داستان جنگ ایران و عراق داستان هیولایی است که جان صدها هزار جوان را گرفت، ده ها هزار خانواده را به سوگ نشاند، ده هزاران کودک را بی‌سر پرست. قصه امروز ما سرگذشت سربازان ایرانی است که اسیر شدند، اسیرانی که سالها پس از پایان جنگ به ایران باز نگشتند. مرگ بر خمینی! مرگ بر خمینی! من 21 سالم بود وقتی اسیر شدم. ادوارد ترمادو یکی از آن اسرا بود. شروع جنگ ایران و عراق در شهریور 1359 مصادف با آخرین روزهای خدمت سربازی او بود. تو منطقه دشت ذهاب درگیر شدیم با نیروهای عراقی، مجروح شدم. بعد از چند ساعت درگیری به اسارت نیروهای عراقی در اومدم. ادوارد از ارمنی‌های اصفهان است. او 9 سال در اردوگاه‌های اسرا در عراق بود. در سال 1368 به سازمان مجاهدین خلق در عراق پیوست. تلویزیون مجاهدین توی عراق راه اندازی شد. طبق دستور مقامات اردوگاه هم تماشای تلویزیون مجاهدین اجباری بود. جانان ترین، شکوفا ترین و آگاه ترین فرزندان خلق ایران. به مرور تبلیغاتی که میکردن، حرفا و وعده وعیدهایی که میدادن، آروم آروم ما رو کشوند به سمت اینها. من سوم خرداد 68 وارد اشرف شد. حدود 10 سال پیش برای گزارش از اردوگاه اشرف سازمان مجاهدین خلق به خالص در عراق رفتم. Is it possible to go there? No. Why not? I want to. نیروهای عراقی و سازمان مجاهدین به ما اجازه ورود به کمپ اشرف ندادند. پس از سقوط صدام حسین، حکومت ایران به بسیاری از بستگان اعضای این سازمان اجازه سفر به عراق داده بود. صدها خانواده به امید دیدار با بستگانشان در مقابل کمپ اشرف برای هفته‌ها و ماه‌ها تجمع کرده بودند. 23 ساله بچه من اینجاست. 26 ساله هم مال اسیر جنگ بودیم. بستگان بسیاری از این خانواده قبل از پیوستن به سازمان مجاهدین پیشتر در جنگ با عراق اسیر شده بودند. این در شلمچه اسیر شد. سرباز بود. 45 روزش مانده بود بیا. تو 45 روز اسیر شد. بسیاری از اعضای این سازمان در مصاحبه‌های تلویزیونی خانواده‌های خود را مزدور وزارت اطلاعات خواندند و حاضر به ملاقات با آنها نشدند. یکی از آنها غلام علی میرزایی بود. می‌خوام اعلام کنم که هر کس به اسم خانواده من در به اشرف اومده، خانواده من نیست، بلکه یک مزدور از طریق وزارت اطلاعات اومده و ما هیچ دیداری با آنها نداریم و نخواهیم داشت. فرشته مهدیان همسر غلام علی میرزایی است. شوهر او هم در جنگ ایران و عراق اسیر شده بود. من زنی هستم که 31 سال شوهرم در خاک عراق اسیره. 10 سال اسیر نیرو صدام بوده، 21 سالم اسیر نیروهای رجویه. من یه بچه 27 روزه داشتم، الان 31 سالشه. آیا بچه ای که تا به حال پدر ندیده، 2 سال پشت در منتظر یه لحظه ملاقاته، و یا زنی که 31 سال منتظر شوهرشه، این کجاش آزادیه؟ فقط این ازش. پس از 10 سال ما تونستیم شوهر این خانم رو در تیرانا پایتخت آلبانی پیدا کنیم. ایشون حدود 3 سال پیش از سازمان مجاهدین خلق جدا شده و امروز در این شهر زندگی میکنه. در حملات نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه وابسته به ایران، ده ها تن از ساکنان کمپ اشرف کشته شدند. در سال 96 سازمان مجاهدین خلق همه نیروهایش را به آلبانی منتقل کرد و آنان را در کمپ اشرف 3 در حومه تیرانا مستقر کرد. الو؟ جناب آقای میرزایی؟ چند هفته پیش پس از 10 سال توانستم با غلام علی میرزایی، اسیر سابق و همسر فرشته مهدیان، ارتباط برقرار کنم. غلام علی میرزایی از سال 1396 در تیرانا پایتخت آلبانی زندگی می‌کند. او در حمله به کمپ اشرف زخمی شد، اما مدتی پس از ورود به آلبانی از سازمان مجاهدین خلق برای همیشه جدا شد.
از اون میپرسم چرا 10 سال پیش حاضر به ملاقات با همسرش در عراق نشد. صبح رفتم به مسئول و قسمت گفتم که دیشب اسم من تو بلنگو صدا زدن، فکر کنم خانوادم اومده. گفت که نه، اینجور چیزی امکان نداره، خانواده تو اگه اومده باشه ما به تو اطلاع میدیم. اینا نفرات وزارت اطلاعات هستن که از وزارت اطلاعات اعزام شدن اینجا اومدن. اسامی شما، اسامی همه ما هم وزارت اطلاعات داره. سازمان مجاهدین میگوید آقای میرزایی در آن هنگام از حضور خانواده‌اش در عراق با خبر بود، اما نخواست با آنان ملاقات کند. هنگام شروع جنگ ایران و عراق، غلام علی 22 ساله گروهبان نیروی زمینی ارتش بود. او در روزهای اول جنگ در منطقه مرزی موسیان در استان ایلام به اسارت عراقی‌ها درآمد. یک سال از ازدواجش گذشته بود و پسرش تنها 27 روز سن داشت. این عکس پسرم بود که برام فرستاده بودن. تو اردوگاه اینو نقاشی کردم، با گلدوزی کردم خودم، بهش براش فرستادم با نخ حوله، چون که اونجا امکانات نداشتیم. غلام علی میرزایی 9 سال در اردوگاه های اسرا بود. نیروهای عراقی بسیاری از اسرا به خصوص جوانان را اذیت می‌کردند، از آزار جنسی گرفته تا آزار جسمی و گرسنگی. وضعیت غذایی که اصلا خوب نبود، یه کاسه با ما داده بودن، هم کاسه ریش تراشی بود، هم با اون جای چای می‌خوردیم، هم با ریش می‌تراشیدیم، هم با پاش غذا می‌خوردیم. هنگام اسارت آقای میرزایی از طریق صلیبی سرخ با خانواده‌اش در ارتباط بود. در حد سلام علیکم، من سلامتم میتونستیم بنویسیم که اونم بعد از 2 ماه جوابش میومد، اونم در همون حد، چون که سانسور شده بود، توسط استخبارات عراق سانسور میشد. او 1 سال پس از پایان جنگ در سال 1368 به سازمان مجاهدین خلق در عراق پیوست. تلویزیون مجاهدین برنامه داشته بود، آسایشگاهی که ما بودیم، میگفت که اصلا هیچ بازگشتی در کار نیست، بخصوص برای اونایی که ارتشی بودن. ما هم چاره نداشتیم دیگه، 9 سال تو اردوگاه بودیم، شرایط خیلی سخت بود، با انواع و اقسام مریضی ها دچار شده بودیم. گفتیم خوبه از چا بریم بیرون، شاید یه راه نجاتی در ما پیدا بشه. غلام علی میرزایی از کمپ اسرا به کمپ اشرف سازمان مجاهدین خلق در عراق منتقل میشود. او میگوید در مدت کوتاهی متوجه اشتباه خود شده و در فکر ترک این سازمان بوده، اما او حدود 2 دهه دیگر در این سازمان میماند. اگه کسی اون موقع جدا میشد، تحویل استخبارات عراق میدادن. استخبارات عراق هم زندان ابوغریب داشت. یه تعدادی از قدیمیایی که اونجا بودن برای ما تعریف کرده بودن که زندان ابوغریب میبرن سر به نیست میکنن. فرار کردن از کمپ مجاهدین چیز ساده ای نبود، چون میبردن زندان ابوغریب، دادگاه برای طرف میبرید که 8 سال زندان برای ورود غیرقانونی به عراق. ادوارد تومادو که از کمپ اسرا به کمپ اشرف سازمان مجاهدین رفته بود، تصمیم میگیرد این سازمان را ترک کند. من 12 سال با مجاهدین بودم. تو این 12 سالم میتونم بگم هزاران بار قبطه خوردم به دوران اسارت. ما تو اسارت علی رغم تمام فشارها، تمام محدودیت‌ها، کتک‌هایی هم که می‌خوردیم، ولی همیشه با شوخی و خنده گذر می‌کرد عمرمون. منتها تو مجاهدین متأسفانه اصلا خندیدن ممنوع بود. نمی‌شد بخندید تو مجاهدین. اگر 2 نفر دور هم جمع می‌شدن، می‌گفتن شما محفل زدید. ادوارد می‌گوید سازمان مجاهدین در سال 1380 با تقاضای او برای ترک این سازمان موافقت می‌کند. اما برای تخلیه اطلاعاتی او 4 ماه در کمپ اشرف زندانی می شود. بعد تحویل نیروهای عراقی داده می شود. 1.5 ماه الی 2 ماه توی ابوغریب بودم که طول نکشید و 1 روز متوجه شدیم که اینها، عراقی ها و ایرانی ها، می خوان تبادل زندانی بکنند. و ما تقریبا 8 نفر بودیم که اعتراض کردیم، گفتیم ما نمی خواهیم بریم، میخواییم ما رو تحویل صلیب سرخ بدید.
ولی قبول نکردند و گفتند اگر شما به ایران برنگردید همینجا میکشیمتون و صلیب سرخ هم که اصلا نمیدونه که شما اینجایید. از بی بی سی باهاتون تماس میگیرم. با سازمان مجاهدین درباره اتهامات ادوارد تومادو و غلام علی میرزایی علیه این سازمان تماس گرفتم. با یکی از مسئولان روابط خارجی سازمان مجاهدین خلق صحبت کردم. ایشون اونا رو متهم کرد که افرادی مثل آقای میرزایی که عوامل جمهوری اسلامی هستن و توان مبارزه رو ندارن و بریدن، اما گفت نباید صداشون رو هم پخش کنن و حاضر نشدن با ما صحبت کنن. اما روز بعد سازمان مجاهدین برای ما ویدیویی ارسال کرد. در این ویدیو از مصاحبه سال گذشته بی بی سی انگلیسی با اعضای سابق این سازمان انتقاد شده است. در بررسی موقعیت مجاهدین در آلبانی، بی بی سی یا هر رسانه‌ای که ادعای بی‌طرفی ژورنالیستی می‌کنه، در گزارشی که تهیه می‌کنه بایستی به این واقعیت‌ها هم می‌پرداخت، نه اینکه به ادعاهای سراپا دروغ افراد فرومایه‌ای که به استخدام رژیم در اومدن و حرفاشون هیچ پایه و اساسی نداره انعکاس بده. در سال 1380 نیروهای عراقی ادوارد را تحویل ایران می‌دهند. سازمان مجاهدین با ارسال سندی می‌گوید ادوارد با میل خود به ایران رفته است. اما ادوارد می‌گوید همه کسانی که کمپ اشرف را ترک می‌کردند مجبور به نوشتن این گونه نامه‌ها می‌شدند. در ایران ادوارد بازداشت و تحت بازجویی قرار می‌گیرد. پس از 4 ماه به او مرخصی داده می‌شود. اما او به زندان بر نمی‌گردد. از ایران خارج می‌شود و به آلمان می‌رود. امیدوارم که هیچ وقت در هیچ کجای دنیا جنگی نباشه و هیچ وقت هیچ کجا اسیری نباشه. 9 سال اسارت، ببینید 9 سال از جوانی من اونجا رفت و به هر حال آمال و آرزوهایی که داشتم تو دوره جوانی از بین رفت. کسی رو که دوست داشتم، می‌خواستم باهاش زندگی مشترک ایجاد کنم، از دستم رفت. سال 59 اسیر شدم که اون موقع میشه 22 سالم. آذرمان میشه 62 سالم. الو، سلام. سلام. حالت خوبه؟ سلامتی؟ خوبی الحمدلله. غلام علی میرزایی پس از ترک کمپ سازمان مجاهدین در تیرانا برای اولین بار با خانواده‌اش تماس گرفت. برای اولین بار همون روز اولی که من تو کافه بود نشستم باشون تصویری صحبت کردم، اصلا همه مونده بودیم نگاه همدیگه میکردیم و اونا گریه میکردن. من فقط مونده بودم چی بگم از شرمندگی خودم، از کاری که کاری که باعثی میکردم ولی انجام ندادم. هنگامی که اسیر شد پسرش 27 روزه بود. من 40 سال از خانوادم بی خبر بودم. توی 40 سال در هر لحظه در هر مکانی که بودم به فکر همسرم پسرم بودم. و همسرم منتظر من مونده بود و الان هم هست که برگردم. سرگذشت غلام علی و ادوارد داستان اسارت در اسارت است. قصه هزاران انسان که هیولای جنگ سرنوشت آنان و خانواده هایشان را تغییر داد. توی